خیلی زیباست همینجا یه قصه ای داره زیبا که موسی علیه السلام یا نسبت به بعضی از انبیاء دیگه هم دادن که دید در کسانی که بودن یه کسی رو دید خیلی اهل عبادت عظیمه، گفت خدایا جزای این چیست با این عبادت عظیمش؟ خدای دکتر بهش کرد که چند روز برو با این زندگی کن. رفت چند روزی با این بود و اینها، دو سه روز با این بود و بعد ازش پرسید که مثلا تو چه حاجتی داری از خدا، چی میخوای؟ میخواست افق نگاه این رو بفهمه. حاجت‌های انسان، آمال و آرزوهای انسان حد انسانه، نشون میده انسان کجاست، اینکه چی میخوایم، چی میخوایم ببینیم اون آرزوهامون کجاست. لذا به ما گفتن حواستون باشه آرزوهاتون. اگر انسان یه ماشین زیبا دید یه دفعه گفت آه، یعنی تو دلش پر کشید برای ماشین زیبا، این انسان حقیقتش اون ماشینه، واقعا اون ماشینه ها. یعنی تو نظام الهی هر کسی که هر چیز رو دوست داره، روایت دارد که حشره الله معه ولو کان حجرا، اگر چه یه سنگی باشد. حواسون باشه برای چی آه میکشیم، چی دوست داریم، چی میخوایم. خواستن هامون خیلی عظیم، خواستن ها رو که خیلی عظیم قرار دادیم، حتی اگر بهش نرسیم ما اونیم، خودمونم بزرگ میشیم، ما اونیم. خیلی جالبه ها. لذا انسان حد توقف ندارد جایی. چرا؟ چون خواستناش حد توقف ندارد. اون درازی آرزو که امیر مؤمنان، اون درازی آرزو مراد دنیاست. که انسان نسبت به آمال دنیایی چی داشته باشه؟ دنیای طولانی میخواد، خونه عظیم هی بالاتر و بالاتر، ثروت بالاتر و بالاتر، هر چی دست دیگران میبینید به دنبالی. اما نسبت به آخرت گفتن حواستون باشه همه رو بخواید، چیزای بزرگ همه رو بخواید، به هیچ کوچکی قانع نباشی. لذا انسان حتی اگر در این حد از دنیا رفت، حقیقتش اونه که اون آرزوهاشه. لذا آرزوها حقیقت انسان رو تشکیل میدن. ببینه چی میخواد، اگر هر چیزی که بود آخرش اون میشه، ببینه چیه، میخواد اینجوری باشه، یه عمر این باشه رو راضیه، ابدیتش این باشه راضیه. این در لذا وقتی موسی چند روز با این بود، آخرش به این گفت چی میخوای؟ گفت کاشکی خدای تعالی یه چارپایی داشت اینجا میچرید این علف ها سبزه ها ضایع نمیشد. موسی فهمید، خدا گفت موسی دیدی این آخرین حدش اینه، هرچند خیلی عبادت میکنه اما عبادت به او معرفت نداده. بله. عبادت به او وجودش رو بالا نبرده، حدش همینه، بهش کمال نبخشیده. لذا خیلی تعبیرات زیباست، ملاک ثواب، ملاک ثواب و عقاب عقل معرفت انسان. اللهم صل على محمد و آل محمد.